آداب و احکام قضای حاجت. دین اسلام حریص بر آن است که هر شخص مسلمان باید طهارت حسی و معنوی خود را حفظ بکند، پاکی از همه نجاست هایی که در بدن، لباس، زمین، محیط زیست و اطراف آن است ضرور است. زیرا دین اسلام دین پاک و زیبا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نظافت و پاکی را نصف ایمان نامیدند و اینچنین فرمودند که پاکی از شاخه های ایمان است. پس دین اسلام مسلمانان را به راه مردم و یا در جایهای نشسته که مردم به آن محتاج هستند قضای حاجت کردن را منع میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از دو لعنتگر دوری جوید. صحابگان پرسیدند دو لعنتگر کدام است ای رسول الله؟ فرمودند کسی که در راه مردم و در سایه درخت و جای نشست آنان قضای حاجت کند، با روایت امام مسلم. و اینچنین به آب استاده قضای حاجت کردن را منع کردند. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به آب استاده یکی از شما پیشاب نکند. بنابراین شریعت اسلام برای مسلمانان احکام و آداب های قضای حاجت را معین کرده است. پس بر ما امر شده است که خود و لباس هایمان را از پیشاب احتیاط بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از پیشاب احتیاط کنید، زیرا بیشتری عذاب قبر از آن است. و بر ما واجب است که بعد قضای حاجت با آب و یا سنگ پاک و یا کاغذ و به مانند اینها خود را پاک بکنیم و از روی احترام دست راست را در وقت قضای حاجت استفاده نبریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما داخل حاجت خانه می شود، پس آلت خود را به دست راستش نگیرد. و از آداب قضای حاجت این است که دعای در آمدن و بر آمدن از حاجت خانه را بخواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به حاجت خانه می در آمدند چنین می گفتند: به نام الله پروردگارا، من از شیطان های نرینه و مادینه به تو پناه می برم. و هرگاه از حاجت خانه بیرون می شدند چنین می گفتند: غفرانک، پروردگارا مرا مغفرت بکن. و در وقت قضای حاجت رو به سوی قبله ننشیند و سخن نکند و بسیار خطاب نکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر قضای حاجت خواستید رو به سوی قبله ننشینید و با زبانتان در وقت قضای حاجت ذکر الله نکنید و از مردم خود را پنهان داشته عورت خود را در نزدشان نکشایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عورت خود را حفظ بکن. پس البته طهارت و پاکی نفس و هم تازگی محیط زیست دلالت به واجب بودن محبت الله تعالی را میکند، زیرا الله تعالی اهل قبا را تعریف کرده چنین فرمود: در آنجا مردانی هستند که پاک شوند و الله پاک باشندگان را دوست می‌دارد. سوره توبه آیه 108.